الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین در ادامه حرکت اسرا از اهل بیت صلوات الله علیهم به طرف دمشق و شام بعد از آنی که در نصیبین مسائل پیش اومد و عرض شد که بعضی ها گفتن به ایمد رفتن و بعضا گفتن به اندرین یا اندرین رفتن در اندرین گفتن یه مقداری نیزدارا اومدن استراحت کنن و مردم شهر با استقبالی که بعض شهرها بود اومدن نیو و با عیش و حالت رخص و کف زدن و مردم و این بزرگواران رو وارد شهر کردن لذا در اونجا در بعض از کتب داریم که رعد و برق شدید صورت گرفت که از کسرت و شدت رعد و برق خیلی حالت ترس و وحشت و واهمه بهشون دست داد و چند جایی از شهر و دکاکین و قسمت هایی که مشغول طرب بودن به آتش سوخ لذا باز این بزم عیش و نوشیشون بدل به حزن و عزا شد و نیزدارا و اون کسانی که اسرا را حمل میکردن به طرف حلب برا افتادن <تصفح> به طرف جمان رفتن معذرت میخوام بعضیا نخ کردن از اندرین نبوده مستقیم از طرف نصیبین به طرف ح... رفتن و از جمان به عین الورد دیگران میگن نه از نصیبین به عین الورد رفتن که باز شهرت این کلام بیشتره به عین الورد رفتن و از عین الورد به جمان و از جمان به دوغان با غینه و بعد از اونجا حرکت کردن به طرف خدمت هر دعوات اونهایی که گفتن از نصیبین به, دعو... عین الورد و از عین الورد به دعوات رفتن این باز در بعضی از کتب مردم دعوات هم خب با تبل و نقاره به استقبال آمدند و طبق اون چه که گفته میشه شهرشون یه دروازه ای داشت به نام اربعین از دروازه اربعین وارد شهر شدند و یه مقدار اونجا استراحت کردند و حرکت کردند به طرف حلب از دعوات به طرف شهر حلب رفتند طبق معمول خب یه نفر میفرستادن که بارها عرض شده و قاعدهشون بر این بود هنوز نرسیده بودن خبر کنن به استقبال بیان و از طرف آب و آزوغه و علوفه برای حیواناتشون و آزوغه برای خودشون و شهرم آزیم بندی کنن مردم وارد شدن یعنی به استقبال اومدن منتها یه طوری نق کردن حالت بی و با بی احترامی این زن و بچه رو وارد شهر کردن سر متحره امام حسین علیه السلام رو توی مکانی گذاشتن از ظهر تا عصر شب رو البته در اونجا بعد موندن اما سر رو در عصر دیگه برداشتن به صندوق میذاشتن مردم میمدن کوچک و بزرگ پیرمرد مرد و پیرزن و جوان می اومدن به دیدن این سر متحر و در بین جماعت گاه اوقات تاریخ میگه یکی دو تا سه تا از دوستان و محبین اهل بیت سلام الله علیهم بودن اینها خب می رفتن کنار گریه میکردن یا اشکشون رو پنهان میکردن و گاه اوقات می رفتن به مکانی دور از اینها به سر و صورت خودشون می زدند اونچه که تاریخ نقل کرده و دیگران می و کنار این سر فقط به قصد تماشا بود تا شب و شب در حلب موندن بعضی از خمتر عرشباد کنار سرها عبور می کردند. اینها از زنها بودند بعضا از محبین بودند بعضا هم نه اما خود چون مظلومیت این سر رو می دیدن با یه حالت خاصی ناله و زجیه از دهانشون و از حنجرهشون خارج میشد و داد میزدن که مردم تعجب میکردن از عظمتی که این سر متحر داشت ابو مخنف نقل میکنه در اون جایی که بعضا هم مثل ابو مخنف نقل کردن در اون جایی که سر متحر رو گذاشته بودند اونجا بعدا یه مسجد و زیارتگاهی ساخته شد در حلب و هر کسی حاجتی داشت و گرفتاری داشت به اونجا مراجعه میکرد با حاجت برآورده شده از اون مکان برمیگشت فقط اون جایی که از ظهر تا عصر سر متحر رو در اونجا گذاشتن لشکر خوب انواع اقسام غذاهای رنگ و رنگ براشون در حلب آوردن مشروبات مختلف آوردن شرب خمر کردن به عیش و نوش گذراندن و مخصوصا در روایات داریم که آقا حضرت زین العابدین صلوات الله علی با اون حالت مریضی و در قل و زنجیر باز نوشتن در یه مکانی که لیاقت و صلاحیت نبود در یه مکانی که عنوان خرابه ای داشت در حلب این حضرات هم نگه داشتند و این بیبی ها و علویات در اون مقداری که اینها اتراق میکردن فقط مریضداری میکردن. از امام سجاد علیه السلام از دختران کوچک ها بزرگترها سوار بر این شتران بی جهاز یا بی پلاز بعض قسمت ها رو پیاده بعض قسمت ها سواره گاهی اوقات آب ندادن و آزوغه ندادن بعضی از اقوال داریم بعد از شهر حلب خدمت هر شود که صبح حرکت کردن به شهر سرمدین آمدن و شهر سرمدین یه شهر آبادی بود مردمش هم اهل خیر و از نیکان بودن اونجوری که تاریخ نقل میکنه و به تفصیل بیان میکنه و وقتی شنیدن که با حضرت امام حسین علیه السلام چه کردند دکاکین رو بستند مقاضه رو بستند از روی بشتبوم های قلعه دیوارهایی که خاص قلعه بود درهای قلعه را بستند و اومدن به سربازان و این نیزدارانی که از طرف یزید ابن معاویه لعنت الله علیه بودند لعن و نفرین میکردند بعضن با سنگ به سربازان میزدند که بعضی هاشو میگفتن ای قاتل قاتلین حسین ابن علی ما نمیذاریم وارد شهر ما بشیم اگر چه ما کشته بشیم اما نخواهیم گذاشت کسی از شما وارد شهر ما بشه زنها گریه میکردند بعضی ها نوشتن از زنها این سرهای متحرم میدیدن گریبان چاک میزدن چون همه اومده بودن رو پشت بامها ها و دیوارهای اطراف قلعه بعضی از کتب سرمدین رو نقل نکرده بعد از حلب به قنسرین یا قنسرین خدمت تر شد از اونجا عبور کردن به اون شهر رسیدن بعضی از تباریخ داریم این منزل بین حلب و حمسه وقتی که به این منزل وارد شدن مرد راهبی بیرون اومد و آثار عظمت و بزرگی رو در سر متحر امام حسین علیه السلام و این سرهای شریف و این کاروان دید رفت پهلوی این سربازا گفت من ده هزار درهم بهتون میدم این سر رو بدید که نزد من باشه ده هزار درهم رو داد آورد میگه وقتی وارد کردم به سومعه این سر رو یه صدای شنیدم که خوشا به حال تو خوشا به حال کسی که حرمت این سر را شناخت بعضی نوشتن با گلاب و مشک و انبر شست این سر رو در پارچه قرار داد و رو زانوهاش قرار داد و شروع کرد به تکلم کردن با این سر گفت خدایا به حق حضرت عیسی علی نبی و و علی السلام این سر این سر مقدس ازن بده و اجازه بده که با من صحبت کن سر متحر شروع کرد به تکلم فرمود راهب چی میخوایی؟ راهب عرض کرد و اول بگید شما کیستید چه کسی هستید شما امام علیه السلام فرمود انا ابن محمد المصطفى انا ابن علی المرتزا انا ابن فاطمه الزهراء انا المقتول به کربلا انا المظلوم انا العدشان بعدم خدمت هر شد سر متحره امام حسین علیه السلام ساکت شد راهب صورتش گذاشت به صورت این سر متحر و شروع کرد به گریه کردن گفت تا جوابم ندید صورتم از صورت شما بر نمی من میخوام فردای قیامت شما شفاعت من رو بکنید شافع من باشید در فردای قیامت سر امام حسین علیه السلام باز به تکلم اومد و فرمود شما دین جدن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم رو در بعض عبارات دین حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رو قبول کن راهب گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت اون وقت شفاعتش رو قبول کردن صبح شد اومدن نیزدارا سرو سر رو گرفتند و راه افتادن در سواعق المحرقه داریم که این راهب بعد رفت به کوهستانی و در اونجا عبادت میکرد این در اینجا داریم در این مطرکی که عرض شد وقتی که میرفتند پولا رو نگاه کردند در بدل به سنگ شده بعضی ها داره بدل به سفال شد در سباعق داره که وقتی رفتند در شام به سکه نگاه کردن دیدن بدل به سفال شده اما روی سفال ها یه طرف نوشته ولا تحسبن الله قافلا عما یعمل الظالمون در یه طرف دیگه نوشته و علم اللذین ظلمو ایمون قلب ین با این حالت خدمت هر شبت لشکر از طرف قنسرین رفتن و به شهر معرمت النعمان یا معرت النعمان در اونجا رسیدن که منزل بعدی بود اهل این شهر به نیزه آب و آزوقه و علوفه دادن و مقداری از روز هم در اونجا موندن اما بعدا حرکت کردند به طرف شیزر یا شیزر که بر وزن حیدر بعضا هم خدمتش گفتن شیزر بر وزن حیدر به هر صورت وارد اونجا شدن در اونجا یه پیرمردی بود سال خورده که صدا زد مردم چون عرض کردیم رسول رو میفرستادن خبر میکردن که چه خبره کیار داریم میاریم صدا زد مردم اینها سر پسر پیغمبر رو دارن میارن و همراه عیالاتش دارن به طرف شام میبرن نه راه بدید نه آب و آزوغه بهشون بدید بعضی نوشتن در مسیرهای ورودی شهر خندقهایی داشتن که یه وقتای دشمن حمله میکنه اینا آب توش قدیما رها میکردن یا یه وقتای نی خشک و هیزم ها رو میریختن آتش می زدن که دشمن نتونه به شهرشون حمله کنه اینها هیزم ریختن تو اون خندق ها و آتش زدند و نگذاشتن مردم که نیزدار ها وارد شهر بشن و البته بعضی از اقوال داریم که قلامی رو فرستادن به شام پلو یزید و بعد از حرکت اینها سرباز فرستاد عامل این شهر و حاکم این شهر رو گرفتن بردن به شام اموالش شقارت کردند باغه ها و مزارع مردم هم ویران کردند چون نیزداره ها و اسرا رو راه نداده بودند یعنی کمک به این ظالمین نکرده بودند این تا منزلی هست که بعد از شیزر یا شیزر به منزل کفر طالب میرسند و صلی علی محمد و آله الطاهرین